143 فعال سیاسی در ایران در نامه به محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین نوشتن شرایط برای شرکت در انتخابات آینده مجلس فراهم نیست. قرار است انتخابات اسفند ماه امسال برگزار شود. با این حال شمار زیادی از مخالفین میگویند در این انتخابات شرکت نمی کنند. آرش سیگاچی گزارش میدهد. آقای خاتمی، چشم‌اندازی برای انتخابات آزاد نیست، رأی مردم در قربانگاه طالبان قدرت ذبح میشود. این جمله بخشی از نامه 143 فعال سیاسی است به محمد خاتمی. قرار است نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اسفند ماه برگزار شود. این چهره های سیاسی به رئیس جمهوری پیشین ایران نوشتند که وضع معیشتی مردم سخت شده، تسلط نظامیان بیشتر شده و در عرصه بین المللی روند انزوای ایران تشدید شده است. آنها نتیجه گرفتند در چنین شرایطی چشم‌اندازی برای انتخابات آزاد وجود ندارد. اهمیت این نامه چند منظر هست. یکی اینکه از داخل کشور داده شده در این فضای سیاسی امنیتی بسیار بسته‌ای که هست. دوم اینکه خب یه طیف متنوعی این رو امضا کردن در شرایطی که جنبش سبز و ناراضیان ایرانی و نیروهای تحول‌خواه نیاز مبرمی به همسویی دارن. این امضای دست جمعی میتونه حتی برای اپوزیسیون خارج از کشور هم آموزنده باشه. و مسئله سوم هم محتوا و مضمون نامه است. یعنی در این نامه به صراحت وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، روابط بین الملل کشور مطرح شده. محمد خاتمی مخاطب این نامه 8 سال رئیس جمهوری ایران بود و دوره زمامداری او با وقایعی چون قتل‌های زنجیره‌ای، حمله به کوی دانشگاه و بستن روزنامه‌ها از سوی قوه قضاییه همزمان شد. برخی عملکرد دولت او را در زمینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 84 که منجر به روی کار آمدن محمود احمدی نژاد شد مورد انتقاد قرار می‌دهند. با این حال در دو سال اخیر آقای خاتمی سعی کرده موازی نزدیک به جنبش سبز اتخاذ کند. او تیر ماه پیش شرط‌هایی برای شرکت در انتخابات آینده اعلام کرد. رفع حصر موسوی و کروبی، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی فعالیت احزاب و مطبوعات، از بین رفتن فضای امنیتی و در نهایت برگزاری انتخابات آزاد. حال این 143 فعال سیاسی میگویند با گذشت 3 ماه کوچکترین نشانه‌ای برای تأمین این شرایط قانونی وجود ندارد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی بعد از انتخابات جنجالی سال 88 به رهبران مخالف دولت تبدیل شدند و اینک 8 ماه است که آنها در بازداشت به سر میبرند. با این حال در ملاقات‌های محدودی که داشتند پیام‌های مشخصی برای حامیان خود فرستادند و گفتند تا شرایط تغییر نکند شرکت در انتخابات امکان پذیر نیست. به نظر میرسد در غیاب موسوی و کروبی محمد خاتمی قصد دارد نظر نهایی درباره شرکت یا عدم شرکت طیف موسوم به اصلاح طلب را در انتخابات مجلس اعلام کند. این میتونه هم تقویت موضع آقای خاتمی باشه و هم پشتیبانی و تحکیم به نوعی میشه گفت عاطفی و روانشناختی آقای خاتمی که این موضع رو استمرار بدن. این اولین انتخابات پس از خرداد 88 است و سال گذشته حکومت ایران انتخابات شوراها را برگزار نکرد. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.